حتما شنیدین که امیر محمد یزدانی نایب قهرمان جهان و جواد کاظمیان یکی از پیشکسوتان عرصه فوتبال دیروز و پریروز داخل استوریای اینستاگرامشون حسابی از خجالت همدیگه در اومدن و تا اونجا که میتونستن به همدیگه چیز گفتن. اما داستان چیه؟ این دوتا چه ربطی به همدیگه دارن اصلا؟ چرا یه دفعه با همدیگه وارد درگیری شدن؟ جواب یک کلمه است: تبعیض. تبعیضی که علیه کشتیگیرا وجود داره و صدای امیر محمد یزدانی رو در آورد. ما امروز در این قسمت ایران اسپورت میخوایم به چند تا سوال اساسی جواب بدیم. اول اینکه چرا کشتیگیران داخل ایران، حتی قهرمانان جهان، اینقدر زود از عرصه حرفه‌ای خداحافظی میکنن و آیا دلیل این اتفاق چیزی جز تبعیض و عدم حمایت مالیه یا نه؟ اگر که این موضوعات براتون جالبه، جذابه، اگر که خودتون رو عضوی از جامعه کشتی میدونید و براتون مهمه که چی داره در این جامعه میگذره، این برنامه رو حتما تا آخر ببینید. و اگر که دیدین من دارم حرف حساب میزنم، حرفام استدلالام درسته، این ویدیو رو برای چند تا از دوستاتون بفرستین که بقیه هم ببینن. اگر هم که دیدین نه دارم چرت و پرت میگم، برید تو کامنت تو فوشو به هم بکشین. بزن بریم. سلام به همه رفقای عزیزم، من رضام و اینجا ایران اسپورته. این قسمت ایران اسپورت اختصاص داره، همونطور که دیشب تو برنامه دیشب بهتون گفتم، این قسمت اختصاص داره به این سوال اساسی که به پاسخ به این سوال اساسی که چرا کشتیگیرا تو ایران اینقدر عمر ورزشیشون کوتاهه، عمر قهرمانیشون چرا اینقدر کوتاهه، چرا همه نهایتا تا 28-9 سالگی کشتی میگیرن و بعدش میگن آقا دیگه نمیشه کشتی گرفت، ما خداحافظی میکنیم. چی میشه که یه جوان 28-9 ساله از قهرمان شدن، از کسب مدال و گرفتن عناوین مختلف جهانی و المپیکی دلسرد میشه و خداحافظی میکنه؟ این داستان بی ربط به دعوایی که همین دیروز و پیروز اتفاق افتاده بین امیر محمد یزدانی و جواد کاظمیان نیست. من اول داستان رو از دعوا شروع میکنم، چون شاید خیلی ها اصلا در جریان نباشید که دعوای اصلا چی بوده، اینا چی به هم گفتن چی نگفتن. اول ما تو برنامه امروز اول این دعوا رو یه نگاه بهش میندازیم که ببینیم اصلا اعتراض امیر محمد یزدانی چی بود، بعد سر حرف رو میگیریم ادامه میدیم که ببینیم این تبعیضی که علیه کشتیگیرا هست تهش به کجا ختم میشه. اون خداحافظی زود هنگام کشتیگیرا علتی جز این تبعیض داره؟ اگر که علت دیگه ای داره بگردیم دنبال علتش. اول از این داستان شروع شد. اینجا امیر محمد این استوری رو گذاشت که نوشت خوبه ها به بازی جایزه بگیرید، در جایی از کره خاکی هستیم که عدالت فقط یه واژه است و معنای خاصی نداره. بازم خدا رو شکر ندویدم دنبال تیشرت کسی، دم همتون گرم بابت حمایتتون. و این ویدئوی کنانی زادگان رو منتشر کرده که اخیراً وایرال شده، یه مصاحبه‌ای داره میکنه. مصاحبه کننده داشت می‌پرسه اون ماشین خوشگلتو داری؟ چه می‌دونم اون ماشین 20 میلیاردی رو داری؟ فلان اون یکی رو داری؟ اینم با افتخار سرش رو گرفته بالا، یه حالتی پوز داره میده، میگه که آره مثلا اونو دارم، 100 میلیاردی رو هم گرفتم، این داره چه می‌دونم وارد جوازش رو گرفتم که وارد کنم و مثلا چونم تو گمرک فرودگاه و فلان. امیر محمد این استوریو که میکنه، جواد کاظمیان یه دفعه میاد جوابشو میده. حالا از این جامعه فوتبال به این بزرگی هیچ کدوم از فوتبالیستایی که فعال هستن فعلا جواب نمیدن. نمیدونم چرا جواد کاظمیان احساس مسئولیت میکنه که باید بیاد و جواب بده. جواد کاظمیان اینجوری مینویسه: کشتیگیر جوان، حرفایی که زدی تقریبا درسته، ولی واسه تو زوده. تو داداش چه فازیه؟ اگه درسته که یعنی چی واسه تو زوده؟ یه چند تا تورنمنت برو، چند تا مدال بگیر، بعدن حرف بزن. این حرفا رو حسن یزدانی، کامران قاسمپور باید بزنن، چون ربطی داره. حرف حق خب هر کی بزنه زده دیگه. تو این مملکت دو میدانی کار میره، رکورد میزنه، پول کفشش رو هم نمیدن. استدلال جواد کاظمیان جالبه، میگه که آقا تو حرف حساب چیه؟ این تو این مملکت حق هیچکی رو نمیدن، فقط حق ما رو میدن، غیر از ما حق هیچکی رو نمیدن، تو اعتراض نکن. دو میدانی کارا پول کفششون هم نمیدن.
برو خوشحال باش مثلا به تو دو بنده میدن. شما هم از خیلی رشته ها جلوتر هستین. در ضمن اگر راه و بلد باشی بعد دوران قهرمانیت مثلا میتونی شورای شهر باشی، نماینده مجلس باشی، و مجموعه ورزشی بگیری و باغ اسب بگیری و فلان کنی و بهمان کنیم. بعد در ادامه میگه ما هم جام جهانی رفتیم، پرشیا دادن 13 میلیون قیمتش بود چون ذخیره بودیم 60. حالا اینجا خودش داره میگه من ذخیره بودم. بالاتر به امیر محمد گفته بود که آقا مثلا تو کم مدال گرفتی، باید حسن یزدانی حرف بزنه. بعد حالا اینجا خودش داره میگه من خودم ذخیره بودم. چرا چیزی داره؟ هم تو که ذخیره بودی میتونی حرف بزنی، هم اونی که جوونه، چرا ربطی داره؟ بعد 60% پرشیار دادن، یعنی 5 میلیون پول دادیم تو این اوضاع احوال. بعد کلن حرف جواد کاظمیان معلوم نیست چی داره میگه. اولش که میگه حرف درسته، بعد میگه واسه تو زوده، بعد میگه حسن یزدانی و کامران قاسم پور بیان، بعد میگه که برو نماینده مجلس شو. خب مگه فقط این میتونه بره نماینده مجلس بشه؟ خب تو هم میتونی بره نماینده مجلس بشی. کلن ورزشکارا که ماشاءالله خوب میتونن برن نماینده مجلس و این داستانا بشن. بعد فقط این جمله آخرش درسته که تو این اوضاع احوال که مردم نون ندارن بخورن، درست نیست که ورزشکارا جبهه بگیرن علیه هم دیگه. بازم ربطی نداره مردم نون دارن یا ندارن. مردم اگرم که نون ندارن، نون داشته باشن، هم ورزشکارا نباید علیه هم دیگه جبهه بگیرن. اینم دوباره ربطی نداره. کلا حرف جواد کاظمیان یه خورده معلوم نیست چی داره میگه، ولی خب خلاصه مخلص کلام اینه که امیر محمد یزدانی تو بچه ای حرف نزن. حالا در ادامه ما امیر محمد که یک دهه 80 بسیار تخسه، البته امیر محمد مثلا 79، ولی خب دیگه میخوره به 80 ها و اخلاقش مثل این جوانای این دور زمان است که بسیار تخس هستن. ایشون امیر محمد میاد جواب دیگه میده که خطاب به شخص محترمی که برای بنده پیامی در استوری پیجش گذاشته بود، باید بگم شما حق تصمیم گیری برای من نداری. این که بگی چی زوده یا چی درسته یا غلط که پدر و مادر منطقه حرفش. خب کسی نمیتونه به کسی دیگه بگه تو چی درسته چی غلط. من کشتیگیر جوانی هستم، درسته، منتها تو هر میدانی که رفتم با تمام غیرتم جنگیدم برای شادی دل مردم. اگر هم دوست داشتی میتونی بری افتخارات منو بشموری. به نه دنبال جایزه هستم نه دنبال پست و مقامی بعد از دوران قهرمانی. بحث من تبعیض بین شما و مدال آوران سایر رشته هاست. تو این وضعیت فعلی کشور که به قول شما مردم نون نرم بخورن، صحبت کردن راجع به ماشین 100 میلیاردی درسته. من علیه کسی جبهه نگرفتم، من به دنبال گرفتن حق خودم و امثال خودم هستم. شما هم یه مقدار از افتخاراتتون رو شرح بدین تا ما شرمنده بشیم. این بعد تا اینجا خب امیر محمد خیلی حرف بدی نزده و حرفاش که همش پدر و مادر منطقه. فقط این آخر یه بیتی می نویسه که خب خیلی دیگه جواد کاظمیان رو می سوزونه. می نویسه که آنکه اسب داشت خبارش فرو نشست، وای از گرد سم تازه خرخریده ها. که خب شعر سنگینیه، من نمیدونم شعره رو، خیلی تیکه سنگینی میاد. حالا در ادامه جواد کاظمیان می نویسه که چی؟ افتخارات تو رو بشمارم بچه. اینجا جواد کاظمیان گل به خودی بدی میزنه. سلطان راجب با کشتیگیر جماعت که نباید راجب افتخارات صحبت بکنی. خب معلومه ایسکاتو میگیرن سوجت میکنن و همین اتفاق هم میفته. اینجا میاد افتخارات تو رو بشمارم بچه، از بزرگترها در مورد من سوال کن. باشه، علامت خنده. خب چرا علامت خنده سلطان؟ تو مگه داری خودتو مسخره میکنی؟ میگه از بزرگترها در مورد من سوال کن با علامت خنده. تو هنوز وجود نداشتی که من گل آخرین قهرمانی ایران رو تو آسیا زدم. الان احتمالاً شما هم مثل من کرکوپرتون ریخته. این قهرمانی آسیا سلطان جواد کاظمیان منظورش چیه دقیقاً؟ بله قهرمانی در رده سنی زیر 23 سال رو ایشون عرض میکنه، وگرنه قهرمانی جام ملت آسیا که ما هم 50 سال پیش که علی پروین گل زد و قهرمان شدیم، بعد از اون برای بچه‌های فوتبال دیگه نتونستن در آسیا قهرمان بشن. و این ایشون قهرمانی در مسابقات آسیایی 2002 بوسان رو میگه که زیر 23 سال بوده و خب حالا در واقع در سطح اول بزرگسالان اینا قهرمان نشدن. در ادامه ایشون مینویسه یا رب روا مدار که گدا معتبر شود. جواد کاظمیان اینجا دیگه خیلی به قولی معلومه که خیلی آتیشی و عصبیه و این بیت بی ربط و بی ادبانه رو تقریبا می نویسه که البته در جواب اون بیچریه که
امیر محمد استفاده کرده بود که خب اونم تا حدی توهین‌آمیز. حالا در ادامه میگم اشتباهه با این دهه 80 ها دهن به دهن نذارید، اینا بچه های تخصی هستند، به خصوص که طرف حالا نایب قهرمان جهان هم باشه. امیر محمد می نویسه خوبه دیگه، افتخار شما تو آسیایی که بر ما دستگرمیه و طبق صحبت‌های خودتون نیمکت بودین و خدا رو شکر جایگاه بزرگانی مثل علیدایی و کریم باقری رو نداشتی. جلو بودن ما از بعضی رشته‌ها برای اینه که کشتی ورزش اول ماست و بر کسی پوشیده نیست و اینکه در آخر شاید بزرگان کشتی شما رو بشناسن، ولی یقینا هیچ اطلاعی از افتخارات شما ندارن، چون اونقدی نیستی تو یاد بزرگان کشتی بمونی که 7-8 مدال جهان دارن. حالا شما دم از آسیا بزن. من با افتخار گدای خوشحال کردن مردم عزیز کشورم هستم. جواب دندان شکنی میده امیر محمد. میگم این بچهای ده هشتادی. بعد دوباره جواد کاظمیان که اینجاها دیگه کاش دوروبریاش گوشی و دستش میگرفتن، میگه که اینجا این استوریو بخونید. میگه آقا من کشتی خودم دوست دارم و علیرضا حیدری کورتانی ذره برد گریه کردم و اون موقع تو دنیا نیومده بود. خیلی به این که امیر محمد 20 سال پیش به دنیا نیومده بوده جواد کاظمیان خیلی تاکید میکنه. خب نمیدونم این چه پوینتی خاصی داره. خب 50 سال پیش هم مثلا تو به دنیا نیومده بودی. من عاشق کشتم، تو شاید مدال بگیری، انشالله طلا بگیری از این به بعد، ولی پهلوون نخواهی بود هیچ وقت. راستی تو شعرت گفتی تازه خر خریده. من اگه خرم خریدم 20 سال پیش خریدم که تو هنوز وجود نداشتی. باز دوباره تاکید میکنه که تو 20 سال پیش وجود نداشتی. به قدمت خیلی اعتقاد داره. تو الان دنبال خر خریدن، یکم دقت کن به حرفایی که میزنی. خب حالا این استوری جواد کاظمیان اتفاقا خیلی بد نبود، ولی اینجا دیگه باید گوشی رو از دست جواد کاظمیان دوروبریاش میگرفتن، چون به قولی داره گل به خودی های بدی میزنه. نوشته یه استوری میکنه از بلگراد تا فرودگاه امام پیتیل پیت شدی، ببند دهنتو بابا، تو اصلا به من نمیخوری. که جواد کاظمیان اگر که از بلگراد تا فرودگاه امام پیتیل پیت شده، یه حریف روس پیتیل پیچش کرده و این هموطنته، این باید میرفته قهرمان میشده، تلاش خودشو کرده، حریفش پیتیل پیچش کرده و بردتش، و این گل به خودی بدیه. حالا از اون ور پیام صادقیان هم میاد خودشو میندازه وسط این دعوا و این استوری رو میذاره، این استوری رو میذاره که آقای کشتیگیر تو هنوز، من خیلی معذرت میخوام این عبارت رو استفاده میکنم، نوشته آقای کشتیگیر تو هنوز شاشت کف نکرده که داری با اسطوره پرسپولیس آقا جواد بی ادبی میکنی، ببند دهن تو، زیادی هم زر نزن، آفرین پسر جون. اینم استوری پیام صادقیانه که ما رو یاد کودکستان میندازه، انگار که مثلا چه میدونم یه بچه 14 ساله با رفیقش دعوا شده و حالا داره با غلط املایی بی ادبی میکنی، با علامت خیلی ایموجی خیلی عصبانی و ترسناک که من خیلی عصبانی ام، ببند دهن تو، زیادی هم زر نزن، آفرین پسر جون. بعد من همونجوری که خدمتتون گفتم نباید با یه دهه 80ی در افتاد، چون که امیر محمد هم نمیذاره نه بر میداره از قسمت افتخارات پیام صادقیان داخل ویکی‌پدیای پیام صادقیان یه اسکرین‌شات میگیره و همین رو زارت استوری میکنه که خب افتخاراتش قهرمانی در مسابقات فوتبال زیر 16 سال آسیا 2008 به همراه تیم ملی نوجوانان ایرانه و همین خلاص. این داستان به همینجا ختم نمیشه و خلاصه پیجای دیگه هم زیاد بهش میپردازن. و خب چیزی که مشخصه اینه که جواد کاظمیان، پیام صادقیان که خب هیچی، اصلا جواد کاظمیان هم اشتباه کرد تو لحن جواب دادن، تو نحوه جواب دادن و یه هجمه علیه جواد کاظمیان و پیام صادقیان و اینها را افتاد حتی توی پیجای فوتبالی، چون امیر محمد که از اساس که حرف بی ربطی که نزده بود حالا یکی بیاد اینجوری بهش بپره. ولی خب حالا اصلا ما میخوایم این رو بررسی بکنیم که آیا امیر محمد
حق داشت این حرف رو بزنه یا حق نداشت. من این پست فوتفان اگه بشناسید که اصلا پیجای معروفه فوتبال توی این استاس، این دقیقا میاد استوری پیام صادقیان و امیر محمد رو کنار هم میذاره و یه پست داخل اینستا میذاره که زیرش هم تو کپشن نوشته اوضاع خیلی خیته. حالا دقیقا تو همین اسکرین شات ما دو تا کامنت میبینیم، حالا کامنت که زیاد خورده ولی دو تا کامنت میبینیم که یکی نوشته افتادن به جون بچه 20 ساله که حرف حق زده، یه پیج فوتبالی ها یعنی مخاطبه هم همه فوتبالی هن. یه نفر گفته حرف حق زده، بعد یکی میاد کامنت گذاشته چه حقی، مثلا تیلور بیاد پولیسیچ بگه چرا تو حقوقت بیشتره، پولیسیچ معروف ترین فوتبالیست آمریکاست، یعنی مخصوصا نمیشته پولیسیچ که تیلور آمریکاییه، بیاد پولیسیچ آمریکایی بگه چرا تو حقوقت بیشتره. حالا بحث اساسی از اینجا تازه شروع میشه که هر موقع هر کی حرف زده که آقا حق کشتیگیرا چرا انقدر باید کمتر از فوتبالیستا باشه، جواب شنیدن که فوتبال تو همه جای دنیا همین، یعنی بی رد خور به هر مدیر باشگاهی، مدیر دولتی، به هر کی گفته شد که آقا چرا مثلا انقدر به فوتبال بیشتر سرمایه میذارید و بیشتر پول میدید، بی رد خور مدیر دولتی، هر مدیری تو هر مقامی بود برگشت جواب داد که فوتبال تو تمام دنیا همینه، فوتبالیستا همه جا بیشتر میگیرن. زهر ما رو که فوتبال تو تمام دنیا همینه، فوتبال تو تمام دنیا دخل و خرجش با هم میخونه، اگر که تو تمام دنیا خرجش زیاده دخلش هم زیاده. آقا من الان برای شما استدلال میکنم که چرا این تبعیضی که امیر محمد ازش صحبت میکنه کاملا وجود داره و اصلا اینجوری نیست که بخوایم بگیم آره فوتبال تو تمام دنیا بیشتر حقوق میگیرن، بیشتر خرج فوتبال میشه، پس ایران هم باید همون جور باشه. اصلا اینطوری نیست. ببین فرمول کسب درآمد توی ورزش دنیا کلا اینجوریه، یک ورزشکاری هر چقدر که معروف تر باشه تبلیغات دورش بیشتره، کسب درآمد از اون ورزشکار بیشتره، در نتیجه حقوق اون ورزشکار هم بیشتره. پس این درآمد ورزشکاران در سرتاسر دنیا ارتباط مستقیم داره با میزان شهرتشون، با میزان تواناییشون در تبلیغ کردن که چقدر مخاطب دارن، چند نفر اینها رو میشناسن و دنبال میکنن. در تمام دنیا و حالا اروپا بیشتر مد نظر ماست، فوتبالیستا بسیار مشهورن. کریستیانو رونالدو داخل اینستاگرام مثلا 600 میلیون فالوور داره، تمام دنیا رونالدو رو میشناسن، در نتیجه درآمدی که رونالدو بابت تبلیغات میتونه به دست بیاره خیلی 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 بیشتر از مثلا یه کشتیگیره، بیشتر از سایتیفه. مثلا شما چون میدونم بخوای رونالدو رو با یه کشتیگیر مثلا حال حاضر دنیا امیرحسین زاره قهرمان سنگین وزن بیای مثلا با رونالدو، یا نه اصلا رونالدو یه کشتیگیر مثلا سابقه داره بیای با جردن باروز مقایسش بکنی، رونالدو خیلی خیلی بیشتر از جردن باروز مشهوره، خیلی 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 بیشتر میتونه تبلیغ بکنه و در نتیجه خیلی 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 بیشتر درآمد داره از جردن باروز. یعنی میزان درآمده ارتباط مستقیم داره با شهرت و محبوبیت و میزان تبلیغی که اون ورزشکار میتونه انجام بده. حالا ما همین رو بخوایم بیاریم تو ایران، کی گفته که فوتبالیستا از کشتیگیرا مشهورتر و محبوبترن؟ الان مشهورترین فوتبالیست ایران کیه؟ مثلا من به نظرم میاد احتمالاً بیرانونده یا مهدی طارمیه دیگه، حالا این دوتان دیگه، یا مهدی طارمیه یا علیرضا بیرانونده. مثلا علیرضا بیرانوند چند درصد ایران میشناسن؟ اگر که ایران 80 میلیون جمعیتش باشه به نظرم قطعا 5 میلیون علیرضا بیرانوند رو میشناسن. حالا حسن یزدانی رو چقدر میشناسن؟ به نظرم همون قدر هم حسن یزدانی رو میشناسن. اگر که اشتباه میگم تو کامنت بنویسید که اشتباه میگم، مثلا حسن یزدانی خیلی شهرتش، حالا کار محبوبیت ندارم، ببین بحث محبوبیت حالا جداست،
که اینا همشون چه بیرانوند چه حسن یزدانی کلن همه ورزشکارا بعد از اتفاقات پارسال یه ریزش شدیدی تو محبوبیتاشون بالاخره داشتن. بحث شهرت الان، آیا شهرت حسن یزدانی کمتر از بیرانونده؟ شهرت مثلا کامران قاسم پور از چه میدونم پورعلی گنجی کمتره؟ نه، جواب ساده است، نه. پس چرا اینا اینقدر کمتر پول در میارن؟ یه جای کار میلنگه. الان همین کامنت ایشون برگشته بود گفته بود که تیلور بره به پولیسیچ بگه چرا تو حقوقت بیشتره، یعنی دو یه کشتیگیر آمریکایی رو با یه فوتبالیست آمریکایی مقایسه کرده بود. بله، پولیسیچ احتمالاً 10 برابر مثلا 10 برابر تیلور در میاره در آمریکا. چرا؟ چون که تیلور رو مثلا در آمریکا 1 میلیون نفر میشناسن ولی پولیسیچ رو 10 میلیون نفر میشناسن. درسته؟ حالا تو آمریکا لبرون جیمز رو چقدر میشناسن؟ 100 میلیون نفر. ورزش اول آمریکا فوتباله؟ نه، بسکتباله. حالا اونجا وقتی ورزش اولشون بسکتباله، فوتبالیستاشون از بسکتبالیستاشون بیشتر پول میگیرن با این استدلال که همه جای دنیا فوتبالیستا بیشتر پول میگیرن؟ نه، قطعا نه. تو آمریکا تایگر وودز که گلف بازه متسلما از کریستیان پولیسیچ خیلی بیشتر پول میگیره چون مشهورتره. تو آمریکا لبرون جیمز و اصلا کلن یه بازیکن فوق العاده متوسط تو NBA، شما شک نکنید از کاپیتان چه می‌دونم تیم ملی آمریکا بیشتر پول میگیره، چون که ورزش اول آمریکا بسکتباله، فوتبال نیست. مردم بسکتبال رو بیشتر دوست دارن. حالا ورزش اول تو ایران چیه؟ کشتیه. مردم کشتیگیرا رو دوست دارن یا نه؟ کشتیگیرا محبوب هستن یا نه؟ کشتیگیرا مشهور هستن یا نه؟ حالا همه اینا به کنار، کشتیگیرا افتخارآفرین و مدال آور هستن یا نه؟ جواب همش اینه که بله، کشتیگیرا همه اینها هستن. کشتیگیرا پولدار هستن یا نه؟ نه. خب این قطعا یه جای کار میلنگه. آقا دخل و خرج فوتبال در ایران نمیخونه. حالا کار ندارم که اصلا این چیزی که به کنانی زادگان و اینها دادن، این که اصلا رانت بود، این که اصلا دولت حتی پول نداشت که به اینا پاداش بده، برداشت رانت بهشون داد که آقا برو یه ماشینی که خارج 20 میلیارد رو بیار اینجا 100 میلیارد بفروشیم به عنوان پاداش تو. خب همین پاداشو نمیتونست به کشتیگیرا هم بدین؟ همین رانتی که به اونا دادین چرا به کشتیگیرا نمیدین؟ چرا آخه با کشتیگیرا اینجوری تا میکنید؟ ولی من به شما میگم دخل و خرج فوتبال تو این مملکت سال هاست که با هم دیگه نمیخونه. سال هاست که دخل و خرج فوتبال تو این مملکت با هم نمیخونه. خب پس چرا همچنان خرج داخل فوتبال هست؟ چون که فوتبال پر از پول کثیفه. هدایتی سرنوشتش چی شد این همه پول تو فوتبال آورد؟ اختلاس پولاد مبارک اصفهان پولاش احتمالاً کجا میرفته؟ کجا پول شویی میشده؟ فوتبال پر از پول کثیفه و هیچ کس براش مهم نیست. کسی تو این مملکت دنبال این نیست که جلوی فسادو بگیره. فوتبال علت این که هنوز آقا استقلال پرسپولیس آخه چقدر بدهی بالا بیارن تا وزارت ورزش کوتا بیاد که اینا خرجاشون رو کم بکنن. این رو باید قبول کرد که محبوبیت فوتبال تو یک ایران به صورت روزافزون داره کم میشه. الان آقا 15 سال پیش هم اگر که حالا سنتون بخوره یادتونه حساسیت دربیای تهران، حساسیت بازی استقلال پرسپولیس اونقدر زیاد بود که اینا تبانی میکردن مساوی کنن. قبل بازی مثلا کلی جلسه میذاشتن که آقا اینجوری بکنید اونجوری بکنید، حالا حتی اگرم تبانیه میکردن شرایط رو به نحوی سوق میدادن که اینا مساوی بکنن. اینقدر حساسیت زیاد بود. الان دربی حتی ورزشگاه ممکنه پر نشه، اینقدر فرق کرده. پرسپولیس الان تو بهترین دوران از لحاظ کسب نتایج تو 5 سال گذشته 2 بار رسیده فینال آسیا، 4-5 بار قهرمان لیگ ایران شده. یعنی از نظر کسب نتایج بهترین نتیجه تاریخش رو داره میگیره، بهترین یه جورایی بهترین تیم تاریخ پرسپولیسه، تیمایی که در حال حاضر بوده.
چقدر ورزشکار، حالا پرس پرسپولیس بهترین بود و ورزشکار خداییش نسبتا زیاد پر میکردن، ولی نسبت به نتایجی که این تیم داره میگیره، یعنی بهترین تیم تاریخ پرسپولیس از نظر کسب نتایج، اینجوری باید مثلا ورزشگاهش باید یه جوری باشه که همیشه 100,000 تا پر. قدیم اینجوری بود دیگه، قدیم ورزشگاه خیلی پر میشد، محبوبیت فوتبال تو ایران خیلی کمتر شده. شما الان برید از رندوم مثلا از یکی مثلا تو خونتون حالا خیابون بپرسید که آقا 10 تا بازیکن پرسپولیس رو نام ببر، باور کن قدیم از 10 نفر رندوم میپرسیدی مثلا 10 تا بازیکن استقلال پرسپولیس رو بگو، حداقل 6 هفتهشون میگفتن. الان بری بپرسید به زحمت، یعنی الان همه مثلا طرف شاید فکر کن، الان خود شما که دارین ویدیو رو میبینی، خیلیاتون فوتبالی هستین، فوتبالی بودین دیگه، الان به خودتون فکر کنید ببینید 10 تا بازیکن استقلال یا پرسپولیس رو میتونید بگید؟ نه اگه 5 تا از اینا 5 تا از اونا، 10 تا از هر کدوم میتونید بگید؟ الان احتمالا اصلا برای پرسپولیس بخواید فکر کنید به ایران بند میاد تو ذهنتون، وحید امیری میاد تو ذهنتون، اینا که مثلا 20 ساله دارن فوتبال بازی میکنن خیلی معروفا، جووناش اصلا تو ذهنتون نمیاد، جووناشو نمیشناسید. قدیم اینجوری بود که هر کی میومد تو استقلال پرسپولیس سلبریتی محسوب میشد، الان اصلا اونجوری نیست، الان اصلا توجه به فوتبال اونقدر نیست. و البته که به نظر شخصی من تعطیل کردن 90 توی این داستان خیلی اثرگذار بوده، ولی همچنان پولای آنچنانی داره تو فوتبال خرج میشه. خب چجوریه آقا، داستان چیه؟ این مگه ممکنه دخل و خرجش با هم بخونه؟ اینا اصلا مگه تبلیغاتی که میکنن مگه بازدهی داره وقتی که مخاطباشون انقدر ریزش کرده؟ مگه بازدهی داره تبلیغایی که اینا میگیرن؟ بعد خب چجوریه که تبلیغ تو کشتی نمیاد؟ چرا کشتی هم خب مخاطب داره؟ و حالا یه بحث دیگه هم هست که انقدر لیگ کشتی رو انقدر بد برگزار میکنن اینا که اصلا پولی وارد این رشته ورزشی نمیشه، در حالی که با توجه به محبوبیت کشتی داخل ایران، یعنی اصلا بحث مدال آوری و اینا رو همه رو بریز دور، من خدمت شما گفتم رشته‌ای محبوبیت، رشته‌ای پولساز خواهد بود که محبوبیت داشته باشه، همین. اصلا کاری به طلا و نقره و چنان مدال المپیک و جهان و فلان نداریم، رشته‌ای پولساز خواهد بود که محبوبیت داشته باشه. خب از نظر محبوبیت کشتی تو ایران واقعا کم از فوتبال نداره. آقا اصلا شما میگی کمتر از فوتبال محبوبیت کشتی تو ایران، مخاطبین کشتی تو ایران نسب فوتبال که دیگه هست، خب درآمد کشتیگران نسب فوتبالیستا که دیگه باید باشه، چجوری حتی نسب فوتبالیستا هم نمیگیرن؟ و استقلال پرسپولیس هم خب باشگاه دولتی هن، یعنی در واقع پولی که بازیکناش دارن میگیرن پولیه که دولت داره بهشون میده. بعد چجوریه که به تیم ملی کشتی اینا پول نمیدن، به تیم ملی فوتبال نه جور دیگه پول میدن، حتی وقتی پول ندارن رانت میدن، چرا به کشتیگران نمیدن؟ و اصل سوال این قسمت ایران اسپورت مربوط به این داستانه که چرا کشتیگیرا داخل ایران یا میرن مثل قسمت دیشب که سامان طهماسبی رو گفتم رفت برای آذربایجان کشتی گرفت، یا علی ارسلان که حالا رفت برای صربستان کشتی گرفت، و تا سالیان آینده اگر این روند ادامه داشته باشه مطمئن باشید کشتیگیران بیشتری خواهیم دید که برای کشور دیگه کشتی بگیرن. و بحث دیگه این که آقا چرا عمر ورزشی کشتیگیرا تو ایران انقدر کمه؟ تیلور الان 34-35 سالشه مثل پلنگ داره کشتی میگیره، جردن بارو 35-6 سالشه مثل پلنگ کشتی میگیره، ولی ایران 28 سالگی 27 سالگی میان اینا خداحافظی میکنن. اصلا شما کدوم کشتیگیر ایرانی رو تو ذهنتون دارید که مثلا 33-34 سالگیه اصلا همچنان داره کشتی میگیره و جهانی اعزام میشه و میره برای مدال و فلان؟ یک بحث خیلی اکثر کشتیگیرا تو ایران زیر 30 سال خداحافظی میکنن. و مصاحبه حسن رحیمی سرچ بکنید، مصاحبه خداحافظی حسن رحیمی داخل گوگل سرچ بکنید ببینید از مشکلاتش میگه. مشکل مالی شوخی نیست، یه کشتیگیر باید تمام وقت روی این رشته وقت بذاره. بعد وقتی میبینه که آقا داره از جون مایه میذاره، میره جهانی المپیک مدال میاره،
بعد دوباره برمیگرده باز داره از جون مایه میذاره، بعد هشتش گروه نوشه، پول نداره، زندگی نداره، آینده نداره. خب این چرا اصلا به کشتی گرفتن ادامه بده؟ پیش خودش میگه که آقا دیوونه ای؟ این همه داری به خودت سختی میدی؟ ولش کن آقا، برو دنبال یه کسب و کار، یه مغازه‌ای را بنداز، برای یکی کار بکن، یه حرفه یاد بگیر، یه پولی در بیار. در حالی که کشتیگیر باید از کشتی گرفتنش پول در بیاره، اون که انقدر استعداد داره تونسته بره مدال جهانی بیاره باید از همون رشته پول در بیاره. ما تو ایران طرفدار کشتی فوق‌العاده زیاد داریم، یعنی میتونن آمریکا با اینکه اصلا کشتی رشته خیلی پرطرفداری نیست ولی یه جام ایکس برگزار میکنن، خیلی تماشایی، اصلا هیجان انگیز، گزارشگر میاد مثلا اینو معرفی میکنه اونو معرفی میکنه، تماشاگرها رو تهییج میکنن، قشنگ برگزار میکنن، آدم حال میکنه. بعد اینا با هم کشتی میگیرن، اصلا یه حالت کلکلی میشه، خود اون مسابقات جایزه داره، یه انگیزه یه. بعد اینجا نگاه کن چجوری بعد باز هم تاکید میکنم آمریکا در شرایطی مسابقات رو برگزار میکنه که کشتی اونقدر تو کشورش طرفدار نداره، ایران که کشتی انقدر طرفدار داره، آخه چرا باید انقدر ما مسابقاتمون بد برگزار بشه با اسپانسرهای کم؟ خب یه کمی یه ارگانی یه کمی هول بده بیزینس رو تو این رشته ورزشی، باور کنید اصلا تکون میخوره و ما با اختلاف اول دنیا خواهیم ایستاد، چون که محبوبیت رشته کشتی داخل ایران با هیچ کشوری تو دنیا قابل مقایسه نیست، با هیچ کشوری تو دنیا قابل مقایسه نیست. و این دلیل اصلی خداحافظی زود هنگام کشتیگیرای ایران هم بحث مالیه و هم بحث تبعیضه، یعنی این تبعیضه بیشتر اینا رو میسوزونه، بیشتر بچه های ما رو دل سرد میکنه وقتی که میشنون فلان فوتبالیستی که خب طبیعتا فوتبال ایران نمیتونه، نه الان ها 20 سال دیگه هم نمیتونه تو سطح جهانی حرفی برای گفتن داشته باشه، بعد این استدلال احمقانه میشه که همه جای دنیا فوتبال اینجوریه، فوتبالیستا بیشتر پول میگیرن. بابا همه جای دنیا، شما داری اروپا رو مثال میزنی که خب اونا فوتبالشون هم تو دنیا بهترینه، پول اگر مثلا چون یه فوتبالیست اروپایی 100 برابر یه شهروند اروپایی حقوق میگیره، خب به خاطر اینکه بهترین فوتبالیست دنیاست، فوتبالیست ایران چی هست؟ بعد آقا اصلا همه این حرفا قبول، اصلا این که بگی دنیا اینجوریه اونجوریه این حرفا همش کشکه. بحث بیزینس یعنی مخاطب، فوتبال مخاطب داره، کشتی هم مخاطب داره، کشتی مخاطب نیست مگه تو این مملکت کمه؟ با این همه مخاطبی که کشتی داره بعد مسابقه میریزن رو سر حسن یزدانی 200 نفره رو دست میبرنش، ورزشگاه کیپ تا کیپ پر میشه، تازه با این وضع افتضاح برگزاری، با این وضع افتضاح تبلیغات در حوزه کشتی باز ورزشگاه پر میشه. بعد اینجوری انقدر درآمدا تو این رشته پایینه، چون خدمتتون گفتم اگر تو فوتبال درآمدا زیاده اونا اکثرا پولهای کثیفه و خب فوتبال ما هم همه دولتی، یعنی کسی هم نمیتونه بگه اینا خصوصی هن فلان، 80% فوتبال ایران دولتی هن، باشگاه ها دولتی هن، اصلش استقلال پرسپولیس و سپاهان و دیگه تراکتور و اینا، خب اینا شرکت های دولتی، یعنی البته تراکتور سازی فکر کنم یه مالک خصوصی خرید اخیرا، یعنی یکی دو سال پیش، ولی در کل بدنه فوتبال ایران چیز دیگه دولتیه، یه سری کسی افرادی مثل هدایتی هم که میان، اینا اسمن شخصیان رسمن یا آدمایی بودن که از دولت کندن و آوردن دارن اینجا پولشویی میکنن و حالا اینا اتهامات هدایتی توی دادگاهاش در مورد فوتبال و اینا نمیدونم بوده نبوده، ولی خب بالاخره هدایتی رو دادگاهی کردن دیگه. آقا دل آدم پره، حرف زیاده و
این دعوا و درگیری هم که شد، ولی ما که اصلا برنامه‌مون این بود که یه برنامه بسازیم راجع به این که چرا کشتیگیرا زود خداحافظی میکنن، و خب طبیعتا هممون قبلش هم میدونستیم که علت مالیه و این رو میخواستیم حلاجی بکنیم. حالا دیگه این دعوایی هم که اینا با هم دیگه کردن شد مزید بر علت. فکر کنم طولانی ترین قسمت ایران اسپورت رو گرفتیم. اگر که تا آخر ویدیو همراه من موندین، دمتون گرم، عشق منید، حتما لایک و کامنت و اینها بذارید، نظرتون رو بنویسید، و اگرم که دوست دارید یه کمک کوچیکی به جامعه کشتی کرده باشین، حتما این ویدیو رو برای دو تا دوستاتون بفرستین. مثل همیشه مخلصتونم، خدا نگهدار.